تلویزیون 24 ساعته را میندازند که علیه انتخابات ما صحبت کنند، بگن انتخابات ایران دموکراتیک نیست. این هم جزو مسائل جالب این روزهای ماست. یک نکته دیگری که وجود داره و به نظر من قابل توجه این است که بعضی از کسانی که اظهار تردید میکنند در امر شرکت در انتخابات کرد، مرددن یا دلسردن، اینا قشرهای ضعیف جامعه، قشرهای محروم جامعه. اینو من اطلاع دارم از نظرخواهی ها و نظرسنجی ها میدونیم. بعضی از قشرهای محروم جامعه هستند که اینا خب توقعات بجایی دارن و گلایه دارن از اینکه این توقعات برآورده نشده. مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله اشتغال که خب واقعا بایستی مسئولین کشور به این مسائل برسن و باید میرسیدن به این مسائل. اینا گلایه مندن، لذا دست و دلشون به انتخابات نمیره. میگن حالا مثلا شرکت کردیم چه فایده. به نظر من گلایه اینها به جاست، اما تصمیم گیریشون به جا نیست. بله، گلایهشون گلایه درستی است. بایستی به این گلایه ها رسیدگی میشد و دولت آینده حتما بایستی در صدر برنامه خودش، برنامه های خودش، رسیدگی به این قشرها رو قرار بده. اما بحث سر این است که این نرفتن پای صندوق رای و قهر کردن با صندوق رای مشکل رو حل نمی کنه. این مشکلات اگر مناس حل بشه، به این صورت حل میشه که انسان برن جمعیت ها، ماها همه بریم پای صندوق رای و رای بدیم به یک کسی که معتقده میتوانه این مشکلات رو حل بکنه. این مشکل رو حل میکنه. والا اینی که ما چون گله داریم پس رأی ندیم، به نظر من این درست نیست. این هم نکته مهمی است. بنابراین من گلایه ها رو قبول دارم، ولی کن شرکت نکردن به خاطر این گلایه ها رو قبول ندارم. حتما دولت آینده هم باید در زمین کار لازم خودش رو انتخابات های سالمی هست و اینی که گفته میشه رقابتی، به حمدالله رقابتی هم هست. خب دیدید مناظره ها رو، دیدید مناظره ها رو. حالا من درباره مناظره ها عرایزی دارم که اگر زنده بودیم بعد از انتخابات عرض خواهم کرد، ولی خب ملاحظه کردید در مناظرات نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت میکنه، یعنی معارضات فکری، معارضات زبانی در بینه نامزدها وجود داشت و که هر کدوم هم بالاخره طرفداران خودشون رو دارن. البته دشمنان همیشه از اول انقلاب تا امروز، از روزی که رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار شد با 98 و اندکی بالاتر رأی، زیر سوال بردن آراء مردم رو، تا امروز همه انتخابات ها رو زیر سوال میبرن. خب از دشمن آدم انتظار هم نداره که اعتراف کنن که انتخابات های ما صحیحه. جالب این است که بعضی از کشورها هستند که در میانه قرن 21 اداره قبیله ای میشن، یعنی در زیر حکومت یک قبیله دارن مدیریت میشن و اداره میشن، که اصلا انتخابات، بوی انتخابات هم به این کشورها نرسیده. مردم این کشورها اصلا نمیدونن صندوق رأی چی هست. فرق صندوق رأی و صندوق میوه رو اصلا نمیدونن که چقدر صندوق رأی چیه اصلا. اینها هم تلویزیون 24 ساعته را میندازن که علیه انتخابات ما صحبت کنن، بگن انتخابات ایران دموکراتیک نیست. این هم جزو مسائل جالب این روزهای ماست.